سلام خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توی برنامه آواز به زبان ساده با شما همراه هستم من نیلوفر هستم و خوشحالم که این فرصت مهیا هست که با همدیگه امروز راجع به بیرون کشیدن استرس از داخل صدا یا همون تار صوتی صحبت کنیم این هفته میخوام راجب به این شما رو به چالش بکشم که خودتون رو گوش خودتون رو نسبت به صدای خودتون حساس بکنید ببینید کجاها وقتی که شروع میکنید به خوندن کجاها داخل صداتون لرزش هایی دارید که خودتون متوجه میشید که این به خاطر استرس هستش و این شما نیستید که میخواید این لرزش ها باشه عمدی نیست ولی این لرزش ها داخل صداتون هست خوندن توی جمع یا به قولی اجرا جلوی شنونده ها یا ماهایی که خدمت کلیسایی داریم وقتی که میخوایم توی کلیسا شروع بکنیم به خوندن سرودهای پرستشی بعضا با این مشکل مواجه هستیم که انقدر لرزش های داخل صدامون به خاطر اون هیجانی که داریم انقدر این لرزش ها زیاده که من خیلی وقتا دیدم افراد وقتی که میخوام بخونن حتی میکروفون رو از خودشون دور میکنن چون میترسن این لرزش ها توی سرود توی اون آهنگی که دارن میخونن شنیده بشه واقعیتش اینه که علم برای خیلی چیزا راه چاره پیدا کرده ولی میخوام بهتون بگم هیجان و لرزشی که در اثر هیجان یا استرس ایجاد میشه راه حلی نداره اما ما میتونیم به خودمون به تار صوتیمون کمک بکنیم که توی کنترل قرار بگیرن حتی بزرگترین خواننده ها حرفه ترین خواننده ها وقتی که مصاحبه هاشون رو نگاه میکنیم همیشه میگن که قبل از رفتن روی استیج های بزرگ روی صحنه های بزرگ یا حتی ماهایی که خدمت کلیسایی داریم همیشه با این مواجه هستیم قبل از اینکه شروع کنیم به پرستیدن خدا همیشه اون هیجانی که داریم روی ما غالب هست ولی چه کار کنیم که این هیجان توی یک مجرای درست اون هیجان نباشه که ما رو کنترل میکنه بلکه این ما باشیم که هیجان داخل صدامون رو کنترل میکنیم من امروز میخوام به شما چند تا راهکار بدم اما قبلش لازم داریم که متوجه باشیم لرزش یا تحریر من اول میخوام با این شروع بکنم تحریر چی نیست نمیخوام با این شروع کنم که تعریف تحریر رو بهتون بدم تحریر لرزش های عمدی نیست تحریر قطع و وصل کردن یک صوت خاص هم نیست و تحریر از قصد کوتاه یا بلند کردن امواج صوتی هم نیست تحریر یعنی شما به صوتی که از داخل تار صوتیتون داره خارج میشه فقط فرم شکل میدین و در واقع به آوازی که دارید میخونید سرودی که دارید میخونید زینت میبخشین شکل قشنگتری بهش میدین اما معنیش اصلا این نیست که شما از قصد لرزش خاصی توی صداتون ایجاد بکنید بعضا خیلی وقتا با این مواجه هستیم که بعضی از این لرزش ها واقعا گوشخراش هستن و بعضی ها من دیدم واقعا آدم نمیخواد ادامش رو گوش بده من چند وقت پیش صدای یک خانوم خیلی خوش صدایی رو شنیدم مشخص بود که واقعا آوای خیلی زیبایی داره این خانم ولی لرزش هایی که توی صداش بود من رو متوقف می کرد از اینکه بخوام به ادامه سرود یا اون ادامه اون آهنگی که داشت می خوند گوش بدم و من پیش خودم صدای ایشون رو تحلیل کردم و داشتم فکر می کردم چه چیزی باعث میشه که صدای این شخص توی گوش من که شنونده هستم خیلی مطلوب نباشه و به چند تا نتیجه رسیدم لرزشی که داخل صدای این شخص هست نشون میده که ایشون خودش رو به خاطر میزان بالای هیجان خودش رو کوک یا اصطلاح انگلیسیش تیون نمیشنوه پس نمیتونه کوک بخونه ولی راه حل چیه راه حل و راه چاره چیه چطور میشه تحریر و لرزش های صدا رو کنترل کرد بعضا این اصطلاح هم میشنویم که میگن روی تحریرهات کار کن. صدا قشنگه ولی باید آموزش ببینی و تحریرهات رو درست بکنی. این خیلی خوبه که ما آموزش ببینیم و به طور عملی متوجه بشیم که چی کار باید بکنیم برای درست کردن تحریرهامون. چند تا نکته خیلی مهم هستن. یک، بدونیم میخوایم با تحریر چی کار کنیم. هدف از تحریر دادن چیه؟ دو بدونیم داریم چقدر ریسک میکنیم و نسبت به توانایی که از خودمون میشناسیم ریسک کنیم توی اجرای ترانه ها توی اجرای اون چیزی که داریم میخونیم من خودم شخصا این تجربه رو داشتم وقتی توی یک سرود پرستشی که میخونم وقتی متوجه میشم یک قسمت این سرود نوت زیری داره که این برای من یه ریسکه که من این رو بتونم سر نوت درست بخونم ترجیح هم اینه صدا آوا رو بندازم توی پوزیشنی که توی اون قسم هشت قسمتی که براتون توی برنامه اول گفتم بندازم توی قسمتی که میدونم توانایی اجرا شد دارم مثلا من توی یک سرودی که خیلی اوج و فرود داره ترجیح هم اینه که فرودها و نوتهای بم رو از گلو بخونم ولی نوتهایی که زیر هستن نوتهایی که میدونم صدای تیزی میخوان بدن از هد ویس یا صدای جمجمه بخونم و این هر کدوم از ما هستیم که وقتی که یاد میگیریم توی هشت پوزیشنمون چطور طوری صدا رو بیرون بکشیم این ما هستیم که قلق بدنمون قلق آوای خودمون دستمون میاد و میدونیم کجای چه سرودی باید از کدوم قسمت کمک بگیریم و این کمک میکنه که بتونیم تو اجرای تحریرها ریسک مثبت بکنیم زمانی که از چیزی توی نحوه اجرا مطمئن نیستید تحریر رو انجام ندید بعضا این رو خیلی وقتا دیدم که یک شخصی توانایی انجام یک تحریر خاص رو که شاید از یک اجرا قبلا شنیده این توانایی رو توی خودش نداره ولی میخواد که اون تحریر رو انجام بده خب این واقعا یک ریسک بزرگه به خاطر اینکه اون شخصی که اولین بار این تحریر رو به صورت خیلی شفاف و کامل زده نتیجه وقت گذاشتن، تعلیم گرفتن، تمرین کردن روی آوای خودش بوده. ولی منی که صدام خامه و میخوام دقیقا عین همون تحریر رو بزنم این واقعا ریسکه. پس من باید یاد بگیرم که اول مثل همون شخص تمرین کنم. تمرین کنم. تمرین کنم. و بعد توی خلوت اول این تحریر رو چندین و چند بار برای خودم اجرا کنم. وقتی که مطمئن شدم از این نحوه اجرا حالا جلوی شنونده ها و در جایی که افراد مختلف هستند توی کلیسا میتونم اون تحریر رو دوباره انجام بدم. چهار، اعتماد کنیم به دانسته ها و توانایی های آوازیمون. خیلی وقتا ما میترسیم از اینکه چیزی که بلدیم رو به نحوه اجرا بذاریم و این خوب نیست ما باید یاد بگیریم دیوارهای دفاعی که دور خودمون ساختیم بندازیم پایین و با شجاعت و با استقامت بریم جلو و اون چیزی که میدونیم یاد گرفتیم میدونیم بلدیم اونو انجام بدیم بذاریم شنونده ها ازش بهره بگیرن برای از بین بردن استرس یا هیجان غیرقابل کنترل توی صدا اولین قدم اینه که تمرین کنین یواش یواش دایره شنونده هاتون رو بیشتر و بیشتر کنید. اول از همه جلوی یک نفر شروع کنید به خوندن اون یک نفر میتونه از اعضای خانواده شما باشه، میتونه معلم آوازتون باشه، میتونه کسی باشه که میدونید هدفش این نیست که اگر ضعفی توی صدای شما هست به سخره بگیره یا بخواد دائم به شما بگه که این قسمت رو داری اشتباه میخونی، این قسمت رو داری بد میخونی، میدونید که این شخص به عنوان یک شنونده شما رو میشنوه. پس اول از یک نفر شروع کنید. کم کم دایره شنونده هاتونو بیشتر کنید و کم کم به خودتون این فرصت رو بدید که جلوی افراد زیادی توی کلیسا توی کلیسای خانگی جلوی افراد بیشتری صداتون رو به مرز نمایش بگذارید مهمه که خودتون به خودتون کمک بکنید و اونچه که یاد میگیرید رو یواش یواش استفاده کنید به این امید نشینید که وقتی ای شدم وقتی که صدای عالی داشتم میرم و میخونم شما بدون تمرین کردن بدون اینکه ترستون جلوی شنونده ها بریزه نمیتونید جلوی دیگران حرفه‌ای باشید نمیتونید بخونید پس احتیاج دارید که یواش یواش اونچه که یاد گرفتید رو استفاده بکنید از یک دو سه نفر شروع بکنید و کم کم پیش شنونده های بیشتری صداتون رو به آواز برسونید. چیزی که خیلی مهمه اینه که به خودتون فرصت اشتباه کردن بدید. شما حق دارید خجالت زده بشید، شما حق دارید هیجان زده بشید، شما حق دارید اشتباه کنید. این فرصت رو از خودتون نگیرید. اگر بترسید از اینکه کاری که می اشتباه اشتباهه، هیجان شما رو کنترل میکنه. و در نتیجه صدای خوبی از خودتون نمیشنوید و ناراحت میشید و میگید من میدونستم که صدام خوب نیست من میدونستم که نمیتونم در صورتی که شما میتونید شما یاد گرفتید شما آموزش دیدید و باید یاد بگیرید که خودتون به خودتون کمک بکنید روش دیگه که به کنترل هیجان کمک میکنه خواندن جلوی آین است من به شما پیشنهاد میکنم یک آینه قدی جلوی خودتون بذارید یا اگه آینه قدی ندارید آینه ای که بتونید صورت خودتون رو نوع پوزیشن دهان خودتون رو به خوبی توی اون آینه ببینید شما توی جلوی آینه یاد میگیرید چطور با احساس بخونید شما جلوی آینه یاد میگیرید از چیزی که راجع به پوزیشن های دهان، پوزیشن های قائم ایستادن بدن، حرکت با چوبی که براتون گفتم، شما جلوی آینه یاد میگیرید از اینها چطور استفاده بکنید. جلوی آینه بیستید برای خودتون تو ذهن خودتون تصور کنید چنونده های زیادی دارید و شروع کنید بلند بلند, بلند بخونید. این به شما کمک میکنه خودتون صدای خودتون رو بشنوید و از صدای خودتون از لرزش داخل صداتون نترسید ترس یکی از علتهایی هست که لرزش داخل صدا ایجاد میشه روش دیگه که خیلی کمک میکنه اینه که یک قطعه موسیقی یا یک سرود پرستشی مسیحی رو که میخواید بذارید و چندین و چند بار همخانی کنید باهاش. میتونید با همخانی کردن با سرودی که دارید گوش میدید یواش یواش لرزش های صداتون رو از بین ببرید. روش دیگه که تا حد زیادی کمکتون میکنه همخانی کردن و الگو گرفتن. باز تکرار میکنم. الگو گرفتن از خواننده که مورد علاقه شما هست این میتونه تا حد زیادی به شما کمک بکنه. چرا الگو گرفتن رو دو بار کردم؟ به این علت که بعضن الگو گرفتن با تقلید کردن با هم قاطی میشن و ما فکر میکنیم ما دقیقا عینا باید مثل شخصی که داریم صداش رو میشنویم و دوست داریم نحوه خوندنش رو ما فکر میکنیم دقیقا باید عین همون بخونیم در صورتی که اینطور نیست این میشه تقلید کردن شما اگر تقلید کنید فرصت به نمایش گذاشتن اون خاص بودن خودتون رو از خودتون میگیرید. شما برای خدا خاص هستید. شما برای خدا درجه یک هستید. خدا به شما صدا، خلاقیت و آوای مخصوص خودتون رو داده. ولی بله شما با الگو گرفتن از نحوه خوندن شخص دیگه ای بدون اینکه صدای اون شخص تحریرهای اون شخص رو عینا تقلید بکنید شما یاد میگیرید که چطور به این آوایی که خدا به شما داده کمک بکنید که قشنگ بیرون بیاد روش دیگه ای که خیلی کمک میکنه دادن شکم به داخله خیلی وقتا شاید شنیده باشید که میگن که شکم تو بده تو و راه برو بعضا این به به بدن کمک میکنه که بدن یاد بگیره به میزان هوایی که داخل خودش ذخیره میکنه به قولی امین باشه و با همون میزان هوایی که داخل شکم هست حرکت بکنه و شکم شما در حالت ریلکس نباشه پس یکی از راههایی که به شما کمک میکنه اینه که میتونید روزی 20 دقیقه تا نیم ساعت این کار رو بکنید شکمتون رو بدید تو نفس بکشید تنفس داشته باشید ولی شکمتون رو بدید تو پیاده روی با شکمی که داخل هست داشته باشید و یاد بگیرید قوز نکنید یاد بگیرید افتادگی شانه نداشته باشید و هر زمانی که متوجه میشید که قوز کردید متوجه میشید که افتادگی شانه دارید سری برگردید به عقب و سری بدنتون رو در حالت درست قائمی که من با اون چوب به شما یاد دادم برگردونید چیز دیگه که به شما خیلی کمک میکنه به من شخصا خیلی کمک میکنه نوشیدن چای بابونه هست به طور خاص قبل از خوندن توی کلیسا قبل از خوندن سرودهای پرستشی قبل از اجرا داشتن جلوی شنونده ها نوشیدن چای بابونه به شما خیلی کمک میکنه دلایل علمی که چای بابونه برای صدا داره اینه که ماهیچه ها و ازولات تارهای صوتی رو شل میکنه ریلکس میکنه و این به شما کمک میکنه که ماهیچه هاتون منقبض نباشه و به خاطر اون انقباض لرزش های غیر عادی نداشته باشه هیجان کنترل میشه و چای بابونه اعصاب و قسمت های مختلف و عصبی بدن شما رو کنترل میکنه امیدوارم همه اون چه که باید در باب این موضوع میگفتم رو با شما در میون گذاشته باشم من از شما میخوام این, این, هفته تمرین بکنید و دونه بدونه این راهکارهایی رو که گفتم سعی کنید انجام بدید و خودتون متوجه تغییر توی بدن خودتون توی نوع ایست بدنتون توی لرزش های صدایی خودتون میشید یک چیز که خیلی مهمه اینه که ما نباید عجول باشیم ما باید به خودمون به بدنمون فرصت بدیم آروم آروم اونچه که آموزش میبینیم رو تاثیرش رو روی خودمون روی آوازمون میبینیم من تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدار